بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به درس امروز بسیار زیاد خوش آمد خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف نهم با هم هم میخوانیم درست است و فصل چندم شروع میکنیم امروز فصل آخر فصل نهم و عنوان شیست احتمالات و درس اول امروز بخیر میخوانیم اگر یادتان باشد در سال گذشته ما و شما کم احتمال خواندیم درست است و امروز ما او یادآوری میکنیم برایتان اول و بعد درس خودش شروع میکنیم درست است اما عنوان های اهدافی که ما و شما در درس امروز با همدیگه دیگه میخوانیم چی است اول چرا میخوانیم اتحاد حوادث اتفاقی و بعد از آن تقاطع حوادث اتفاقی رو میخوانیم اول شاگرد عزیز ما براتون یادآوری میکنیم که همین حوادث اتفاقی چی است درست است؟ و بعد میریم حال اتحاد و تقاطع او با هم دیگه میخوانیم خب شاگرده عزیز و گرامی قبلی که بریم سر تخته و درس رو شروع کنیم ما اول از همه تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانگی رو به ما روان کردند. از طریق چی از طریق واتس نمبرش هم 20964 780 255 40 درست شاگرد عزیز و او که روان نکردن لطفا به ما روان کنن پس شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید و میریم سر تخته و درس رو شروع میکنیم خب شاگردی عزیز و گرامی ما و شما گفتیم چی رو میخوانیم فصل آخر شروع کردیم و احتمالات درست است اگر در سال گذشته در سنف یا یادتان باشد ما و شما احتمال خواندیم نه کم احتمال خواندیم و به چه شکل بود من نوشته میکنم پس عنوان فصل ما و شما شاگرد عزیز چی است احتمالات و اگر یادتان باشد پس من نوشته میکنم احتمال گفتیم که ما و شما اگر یاتون در سنف گذشته یادتان باشد ما و شما چی داریم ما و شما اگر یک پدیده یک اتفاق یک پدیده یا آزمایش گفتیم در اطراف ما و شما اتفاق میفته سیست حالا چی باشه او پدیده دو حالت دارد یا برش پدیده میگیم یا آزمایش میگن یا اتفاق میگن فرق نمیکنه سیست او پدیده دو حالت دارد دو بعد دو کل کلی ما و شما رو چی کردیم تقسیم بندی کردیم و گفتیم پدیده ما و شما قطعی است پس پدیده قطعی و پدیده تصادفی درست است قطعی یا چی بود گفتیم پدیده قطعی پدیده هایی است که نتیجه آن از قبل معلوم است درست است به عنوان مثال گفتیم یک تا تباشی رو ما اله بتیم چی میشه میفته به سمت پایین 100 فیصد هیچ وقت بالا نمیره نتیجه از قبل میفهمیم درست است ولی حوادث یا پدیده های تصادفی چی است گفتیم پدیده هایی که نتیجه آن از قبل معلوم نیست به عنوان مثال یک تا سکر شما میندازین شیر میای یا خط رو میشه میگیم که نمیفهمیم ممکنه شیر ممکن ممکنه خط بیای صحیح پس نتیجه آن از قبل معلوم نیست یا با عنوان مثال یک تا پدیده تصادفی دیگه ما مثال میزنم با عنوان مثال لدو بازی کده دیگه نه لدو بازی میکنه امو چی برش میگیم امو رمل یا تاس سیست امو که میزنی در تلفن بازی کده دیگه نه یا در واقعی بازی کرده باشی مندازی سیست و عددی که رخ میشه چند است نمیفهمیم ممکنه یک باشه ممکنه دو باشه ممکنه سه باشه ممکنه چهار باشه پنج یا شش باشه سهیست چون یک مکعب است روی هر وجه از او چی یک عدد یک دو سه چهار پنج شش وجود دارد پس رو که مندازیم نتیجهش از قبل معلوم نیست به ما چی میگیم پدیده های تصادفی و گفتیم که دستین فشتوم یا کلش دستین فشتوم است ما فقط یادآوری میکنیم بر شما گفتیم پدیده های قطعی علم فیزیک مسئول چی است بررسی یاست ولی پدیده تصادفی علم احتمال پس احتمال یک علمی است که در رابطه با پدیده های تصادفی تجزیه تحلیل میکنه گپ میزنه و ثبوت میکنه قضاوی زیاد داره پس در کل میگیم چه مسئول پدیده های تصادفی علم احتمال است درست است خب بعد از اون پس چی گفتیم شاگرد عزیز گفتیم که اولین چیزی که ما و شما باید در احتمال بخوانیم چی است فضای نمونه ای بعد آمدیم چی خواهدیم شاگرد عزیز گفتیم فضای نمونه ای رو خواندیم فضای نمونه ای یا فضای نمونه گفتیم فضای نمونه یا فضای نمونه گفتیم اگر ما و شما یک پدیده تصادفی داشته باشیم ست تمام حالت های ممکن را داخل یک ست میدونه همون حالت هایی که پدید تصادفی ما و شما داره به عنوان مثال یک سکر ما بندازیم تمام حالاتش چی میشه یا شعر است یا خط است اما شعر و خط داخل یک تا ست مندازیم به اون ست میگیم فضای نمونه درست است یا به عنوان مثال یک تا تاسه که بندازیم یا رمله درست است گفتیم چی میشه تمام حالت های ممکن ممکنه یک رخ شوه ممکنه دو رخ شوه سه چهار پنج شش کلش داخل یک تا سه مندازیم با اون سه چی میگیم میگیم فضای نمونه ای و فضای نمونه رو گفتیم با چی نشان میدیم با اس نشان میدیم صحیح پس فضای نمونه گفتیم با سه تمام حالت های ممکن یک پدیده تصادفی را فضای نمونه ای میگوییم و با چه نشان میدیم با اس نشان میدیم به عنوان مثال به یک مثال من کار کنم میگیم که در پرتاب یک تاس سیست تاس یا همون گفته همون لدو که بازی میکنه سیست خب اسم ما شما چی میشه شکرده عزیز؟ اسم ما شما چی میشه؟ میشه تمام حالت های ممکن یک دو سه چار پنج و شش داخل یک تا ست میدازه و نامشه چی میگیریم؟ اس پس فضای نمونه ای رو فاهم چی هست؟ یک ست هست درست است خب و بعد از فضای نمونه ای چی خواندیم اگر یادتان باشد بعد از فضای نمونه ای گفتیم یک پیشامد می خوانیم یا حادثه اتفاقی کتاب ما و شما نوشته که حادثه اتفاقی ولی بهتر است برش بگیم پیشامد پس پیشامد چی است پیشامد آمد به هر سه فرعی از فضای نمونه ای میگیم یک پیشامد یا یک حادثه اتفاقی درست است پس پیشامد رو ما اینجا نوشتم می مبحث بعدی که ما و شما خواندیم پیش آمد یا حادثه اتفاقی کتاب ما شما گفتیم چی نوشته کرده حادثه اتفاقی ولی گفتیم بهتر است چه بگیم پیش آمد پیش آمد یا حادثه اتفاقی میگیم به هر ست فرعی چون فضای نمونی شاگردای فضای نمونی ما شما یک ست است حال وقتی یک ست باشه ست فرعی دارد دیگه سه پس به هر ست فرعی از فضای نمونه ای از فضای نمونه ای چی برش بگیم شاگرد عزیز میگیم یک پیش آمد میگوییم است؟ پس حادثه اتفاقی یا پیش آمد که در کتاب ما بوشیم اتفاقی نوشته کرده ولی ما در درس خود چی میگیم پیش آمد میگیم پیش آمد حادثه اتفاقی که ما شما داریم چی است؟ ست های فری از فضای نمونه ای هستند و ست های فری باز خودشان چی هستند شاگرد عزیز خودشان ست هستند درست است با عنوان مثال ما و شما دو تا پیش آمد از این مثال که براتون زدیم در پرتاب یک تاس چی است ما اس نوشته کردم چه فضای نمونه ما و شما چی شده یک دو سه چهار پنج شش حالا ما دقت کن شکر عزیز ما پیش آمد یا حادثه اتفاقی ای را میگیرم که عدد رخ شده چی باشد جفت باشد عدد رخ شده جفت باشد چی میشه شکر عزیز میشه دو چهار و شش 8 هم جفت است ولی شاگردای عزیز گفتیم که باید حتما چی باشد پیش آمد ست فرعی فضای نمونه ای باشه در مثال فرق میکنه مثال ما و شما ده ای مثال فضای نمونه ما و شما 1 2 3 4 5 6 است پس چی میشه باید ست فرعی فضای نمونه ای باشه پس 8 جای نداره چون 8 دیگه ست فرعی نمیشه سیست پس به خاطر ست اعداد جفت در چی در مثال میگه یک ست ما یک تاس شما بگین که پیش آمده یا حادث اتفاقی نوشته کنید که عدد رخشده جفت باشد پس چی میشه؟ ای مسایی است با ست دو چار شش پس چیست؟ چی است؟ ای ست فرعی از فضای نمونه ای است با ادوان مثال پیش آمد بی مور شما رو میگه که عدد رخشده چی باشد؟ تاق باشد عدد رخشده تاق باشد چی میشه؟ آفرین بگین یک سه و پنج سه است پس شاگرده عزیز فا چی است یا چی او ایدا چی بود یا مطالب بود که ما و شما در سنف هشتم در سال گذشته خوانده درست است پس ما یک پدیده گفتیم در اطراف زندگی ما و شما اتفاق میفته روز در زندگی روزمره ما و شما اتفاق میفته دو حالت دارد یا قطعی است یا تصادفی است قطعی اگر باشد علم فیزیک یار کار دارد. اما اگر تصادفی باشد علم احتمال یار کار خب گفتیم اول چیزی که ما و شما در احتمال باید بخوانیم فضای نمونه است گفتیم فضای نمونه تعریفش است ست تمام حالت های ممکن یک پدید تصادفی را فضای نمونه ای و با چه نشان بده باعث به با عنوان مثال در پرتاب یک تاس فضای نمونهی ما شما چی شد اسم ما شما شد یک دو سه چهار پنج شش و پیشامد تعریف کردیم گفتیم پیشامد یا کتاب ما شما گفتیم چی نوشته کرده حادثه اتفاقی آفرین پس پیشامد میگیم به هر ست فرعی از فضای نمونه یک پیشامد آمد میگوییم درست است شاگرد پس به هر ست, ست فری از فضای نمونه یک پیش میگوییم دقت کنید شاگرد عزیز پیش ها خودشان چی هستند ست فری از فضای نمونی هستند هستن. یعنی خودشان هم ست هستند پس حالی میرسیم به درس خود ما و شما درس ما و شما چی است درس ما و شما اتحاد حوادث اتفاقی ها حوادث اتحاد, اتحاد همین چی پیش ها چون پیش ها ست هستند ما اتحاد ست بین دو ست میتونیم اتحاد بگیریم است؟ یا میتونیم تقاطع کنیم درست است پس عزیز من برد یک چیز میگم گوش کن دقت کن بسیار مهم است چون پیش آمد ها خودشان ست فری از فضای نمونی هستند پس خودشان ست هستند پس هر چی ما و شما در رابطه با ست خواندیم در رابطه با یا سیس و دوباره میخوانیم. با عنوان مثال همال چی رو بخوانیم چی اتحاد حوادث اتفاقی و تقاطع حوادث اتفاقی رو با هم دیگه میخوانیم. خوانیم درست است از این تختر پاک میکنیم، اتحاد حوادث اتفاقی یا اتحاد همین پیش آمد ها رو با هم دیگه میخانیم. درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی پس اتحاد حوادث اتفاقی یا اتحاد پیشامت ها گفتیم پیشامت ها چی هستند خودشان ست هستند پس ما میتونیم بین دو ست اتحاد بگیریم صحیح است پس من اشتباه میکنم اتحاد پیشامت ها اتحاد پیشامت ها خب پیشامت ها چی هست شاگرد عزیز گفتیم ست هستند دیگه پس همون اتحاد ست ها میگیم که به این شکل فرض میکنیم که شاگرد عزیز دقت کنید فرض کنید چی باشد؟ ا و بی چی باشد شاگرد عزیز؟ ا و بی دو تا ست باشد اما پیش آمد هم ام ست است دیگه فرق نمی کنم من ست نویشتن می کنم فرض میکنیم. فرض کنید ا و بی دو ست چی باشد شاگرد عزیز؟ باشند اتحاد ای و بی را اتحاد ا و بی را با سمبول چی نشان می تونم شاگرد عزیز؟ ا اتحاد بی ا اتحاد بی نشان داده نشان داده شگرد عزیز دقت کنید و به صورت زیل تعریف میکنیم و به صورت زیل تعریف میکنیم تعریف کنیم خب پس شگرد عزیز دقت کنید پس اتحاد بی رو من به شکل نوشته میکنم اتحاد بی دقت کنید ما به زمان ریاضی میخوام براتون نوشته کنم اتحاد بی میگیم که خو اتحاد شما یاد دارین دیگه نه اتحاد گفتیم اتحاد دو تا سه چی میشه یک ست جد جدید ما و شما باز میکنیم تمام عناصر ست ای و تمام عناصر ست بی رو داخل ازو میندازیم درست است اون میشه اتحاد ست ای و بی اما این رو به زمان ریاضی اگر من نوشته کنم میشه ایکس ای به شرطی که یا به قسمی که ایکس ما شما چی باشه چقدر عزیز شامل ای باشد یا ایکس ما شما شامل b باشد. پس به زبان ریاضی اگه ما الاشتا کنمت اتحاد به شک نوشته میشه اتحاد به مساوی میشه xای به قسمی که x شامل A باشد یعنی دقت کن شوگرد عزیز یک تا افت افت کوچکی دری نوشته میکنیم چی میشه میتونه افت دیگه صحیح افت دری یکی نوشته کن به به این ای میگیم اینش میخوان چی یا و هشت کوچک اگر باشد هشت کوچکی دری به چی میگیم به این میگیم و دقت کن این یا خوانده میشه و ای و خوانده میشه پس اکس هایی به قسمی که x شامل A باشد یا x شامل بی باشد پس عناصر اتحاد عناصری است اعضایی یا عناصری است که یا داخل ای است یا داخل بی است یا هم که شامل اردوش میتونه باشه مشکل نداره چون ما اردوش میندازیم اونایی که مشترک است یک بار نمیشتن میکنیم مثلشت. پس تا دفعه میدیم چی است به عنوان مثال یک مثال برتون میزنم مثال فضای نمونی ما و شما شاگرد عزیز همون چی باشد؟ فضای نمونی ما و شما اف باشد یک و دو و سه و چار و پنج و شش همون مثال قبلی که ما و شما زدیم سیست؟ ست ای ما و شما یا همون حادثه اتفاقی ما و شما پیش آمد ما و شما چی باشد؟ اعداد جفت باشد عداد جفت کدام بود؟ بود دو چار و شش سیست؟ و بی ما و شما عداد تاق نه دیگه دیگه ست مثال میزنم دقت کنید شاگرد عزیز اعداد کوچکتر از چند کوچکتر از سه کوچکتر از 4 باشد اعداد کوچکتر از 4 پس چی میشه؟ کوچکتر از چهار میشه یک دو سه, سه است؟ پس یک دو سه میشه اعداد کوچکتر از چهار حالا با او شما اتحاد و بی رو میخواییم دریافت کنیم اتحاد و بی چی میشه؟ ای اتحاد بی مساوی میشه با چی شاگرد عزیز بگین میشه ست تمام عناصر ای و تمام عناصر بی داخل از مندازیم فقط دقت کنیم دوایی که دوبار تکرار میشه یک بار نوشته میکنیم است. چون در ست ها ما میفهمیم تکرار رو باید یک بار بیشتر نوشته نکنیم پس اینا رو بندازیم میشه یک دو سه دو رو دیگه 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 تکرار نمی کنیم. فقط یک بار دور رو نویشه کردم و شش چار و شش سه است. پس شاگرد عزیز اتحاد دو تا سه تا بیسار آسان تا نیستیم دریافت کنیم و پیش هم چی هستن؟ سه هستن پس یار ما میتونیم دریافت کردیم اینا دقیقا هم پیش های ما و شما بود و سه تا مثل با آنها چی میکنیم؟ اتحاد دریافت می‌کنیم. درست است؟ خب چند نکته در با اتحاد شاگرد عزیز دقت کنید. چند نکته من نشتم میکنم در رابطه با اتحاد اگر دقت کنید میبینیم که هم بین دو ست ما اتحاد گرفتیم هم ا ست فرعی اتحاد میشه چون تمام عناصر ا داخل چی اتحاد است و هم بی ست فرعی اتحاد میشه پس این همیشه درست است پس شاگرد عزیز همیشه ا ست فرعی اتحاد است صحیح است این علامه چی است علامه ست فرعی بودن و بی هم به این شکل بی هم ست اتحاد است اتحاد بی. درست است پس یک نکته بسیار مهم اگر ما و شما دو تا ست داشته باشیم به چه دریافت کنیم هم اس ست فرعی اتحاد میشه هم بی ست فرعی اتحاد میشه درست است پس شاگرد عزیز این چی است این از اتحاد پیشامدها بسیار آسان چون پیشامدها یا حادثه های اتفاقی شاگرد عزیز چون ست هستند پس مشابه ست ها اتحاد چه ما میتونیم دریافت کنیم درست است خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم و تقاطع دو تا ستم براتون میگم چی میشه درست است پس تختر پاک میکنم و تقاطع دو تا ستم بر شما میگم که به چه شکل میشه مثال کار میکنیم تا دقیقا بفهمی خب شاگرد عزیز و گرامی اما عنوان دوم درس ما و شما چی بود گفتیم تقاطع چی پیشامت ها یا حادث های اتفاقی پس دقیقا چون گفتیم دیگه پیشامت ها همو چی حادث ها اتفاقی یا پیشامت ها ست هستن پس مثل تقاطع ست ها ما نوشته میکنیم درست است؟ پس من مثال براتون کار میکنم پس ما نوشته کنم تقاطع پیشامت ها. خب تقاطع پیشامت ها تریفش خب دیگه نه به این شکل میگیم باز دوباره دقت کنید فرض کنید چی باشه شاگرد های عزیز؟ ای و بی دو ست یا پیش آمد فرق نمیکنه خیست؟ من نمیشتر میکنم ست یا پیش آمد. دو پیش آمد باشد پیش آمد باشد تقاطع ای و بی را تقاطع ای و بی را با سمبول چی شاگرد عزیز؟ با ای تقاطع B دقت کن یعنی سم چی خوانده میشه تقاتو اتحاد برعکس ازی بود سرچپه از اتحاد میشد و خود از چی میشه تقاتو میشه با این ات... تقاطع نشان داده و به شکل زیل تعریف میکنیم زیل تعریف میکنیم خب باز دوباره گفتم شکر عزیز تقاطع رو شما میفهمین نه تقاطع چی است عناصر مشترک عناصری که هم در ای باشد هم در بی باشد در یک ست جدید بندازیم او را میگیم چی تقاطع دو تا ست اما ما و شما اینو به زبان ریاضی میخوایم نوشته کنیم پس باز دوباره ایکس ای به قسمی که ایکس ما و شما شامل ای باشد و ایکس ما و شما شامل ای B باشد پس عناصر که هم شامل A است و هم شامل B یعنی هم عناصر مشترک میشه دیگه درست است به عنوان مثال باز دوباره شگرده هم همون مثال قبلی رو کار میکنم اسم ما و شما فضای نمونه ما و شما در پرتاب یک تا تاس چی بود گفت یک دو سه چهار پنج و شش خب پیش آمد یا حادثه اتفاقی را چی گفتیم؟ گفتیم عدد رخ شده چی باشد؟ جفت باشد چه میشد؟ دو چهار و شش و پیش آمد بی چی گرفته بودیم؟ پیش آمده بی گفتیم عدد رخ شده چه باشد؟ از چار کوچکتر باشد پس چی میشد؟ میشد یک دو و سه خب حال تقاطو ای تقاطو بی چی میشه شاگرد عزیز اتخاطی به عناصر مشترک عناصری که هم در ای باشد هم در بی باشد x ایکس ای به که ایکس شامل ای باشد و x هم شامل بی باشد صحیح است خب کدام میشه فقط میشه چند دو دو هم در شامل ای است هم شامل بی است پس فقط جواب ما و شما چی میشه یک تا عنصر داره پس ا تقاطعی چی میشه میشه ست دو درست است پس رو ام فهمیدیم اما چند نکته باز دوباره شاگرد عزیز نکته گفتیم اگر ببینیم که دیدیم ما شما دو تا سه تا ما تقاطو گرفته میبینیم که اگر دایتا چی بود چگر دایتا زیاد هست دایتا اتحاد گفتیم که ای سه اتحاد است اما در اینجا برعکس است تقاطع سه است و تقاطع سه B بی است در خند برعکس سرچپه چی میشه اتحاد میشه پس به میشه ای تقاطع بی شگر دایتا عزیز سه فرعی ای است و ای تقاطع بی سه فرعی است درست است خب یک تا نکته بسیار مهم دیگه هم داریم شاگرد عزیز من نکته در این نکته یک است نکته در ما اینجا نوشته می این وسط نوشته می این نکته بسیار نکته, نکته مهمی است نکته مهمی است که اگر ما و شما شاگرد عزیز دو تا ست داشته باشیم و تقاطع یا را حساب کردیم ست خالی شود تقاطع آنها چی باشد ست خالی شود پس من نوشته میکنم اگر اگر به انگلیسی چی میشه if if اگر ای تقاطع بی جواب شود ست خالی ست خالی رو میفاهمین. ستی که هیچ انصار ندارد وقتی که دو تا ست یا دو تا پیش آمد پیش آمد ها همون ست ها هستند دیگه فرق نمیکنه. دو تا ست یا دو تا پیش آمد تقاطعشان شود ست خالی یعنی هیچ انصار مشترک نداشته باشد میگیم که ای و بی چی است ای و بی دو ست جدا از هم جدا از هم یا ناسازگار برش گفته میشه دو ست ناسازگار یا جدا از هم هستند پس این نکته بسیار مهم است نکته دوم نوشته کردیم اگر دو تا ست داشته باشیم تقاطع ور حساب کنیم و چی شوه ست خالی شوه تقاطع ست خالی شود میگیم ای دو ست جدا از هم یا دو پیش آمده جدا از هم هستند یا دو پیش آمده چی ناسازگار برش گفته میشه درست شاگرد عزیز پس شاگرد عزیز تقاطع پیش آمد ها و اتحاد پیش آمد ها رو خواندیم و دیدیم دقیقا مشابه چی است مشابه ست ها هست و ما مثال که دیگه کار میکنیم ده چی در فضای نمونه ای که داریم کار میکنیم دیگه درست است و فهمیدین چی است دو نکته در رابطه با تقاطع و اتحاد تام گفتیم و فهمیدین که چه رقم میشه درست شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پس درس امروز ما خلاص شد درست است ما یادآوری کردیم که احتمال چی است پدیده تصادفی چی است درست است پیش آمد چی است فضای نمونه ای چی است و اتحاد و تقاطع پیش آمد ها را و مثال هم کار کردیم درست است اما کارخانگی شاگرد عزیز گرامی تمرین های صفحه چند 224 و 226 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 09964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز خب پایان درس اول از فصل نهم شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش شما رو به الله پاک و مهربان می سپاروم.